تاریخ اسلام رو که ما میخواهیم بگویم تاریخ یزید که نیست که تلسلام محمودی یه دوره پیامبره برای مثلا با 30 سال بعد به یزید میرسه، بعد از یزید مثلا به معاویه بن یزید بن معاویه میرسه، بعد هم به مروان میرسه. این که تاریخ اسلام چیشه ما این نمیتونم از کنم. بنابراین اگر تاریخ اسلام رو اون من که بنده یه میخوام از کنم بتونم دیگه به شعر بتونم که مثلا به شعر بتونم بستنم، اما این تاریخ اسلام رو یه میخوام که تن بردار یه میخوام بگیرم اینجا این دوران برسیم اونی که ما رو ما بگیم این اسلام برسیم بررسی اسلام جسن بگیم بررسی اسلام خب همین که هزم که این برای صفحه میکنم این اسم بشه این هم اسم دو ما با این دوران که بنای بررسی میکنیم 1600 سال Thank you.
ولی آسان در کافه یه مکتن در بسه مکتن که در بسیم بردار و مخاط مختلف شماست نامولا بودش یکی از همه نیجات رو بزنیم به نامتمه نظر از اون خوبه این است که اپروهای متعددی تشروع کنیم راه‌های زندگی را در پیشان آسکاری بایدون قارد ممکنه مثلا توی سرزنگ همسایشون با رو بماده باشن اونا یه ذره زندگی دارن اینا چی ندارن که اونا آنجور دست می باشن از کلیم که قارد کردن یکی از راه‌های قانونی دوستی برده این فرد دوزی را برای چی چیه؟ دوزی برده برای برمیزی پس اینا دو تا برای زندگی دارن یه سازن این که مثلا به طبعه این که کشاورزی تو این سازه میشه خیلی هم بخواه شهر مدینه این برای کشاورزی اون رو باقات نخلستونی این ها برای زندگی میشه اونجا یه نبر آب بیشتره خیلی چشم وجود داره یه چشم وجود داره یکی از سال زیر شد کسی گندم کشته این نبر اینجوری هست در شهر این نبر جاهای سبز خوردن آب در اینجا قبلی هم بیاد خیلی در جایست که امکان کشم از باشه
بقیهش همون سفرات که گاهی این شبه نمیخوام باران باره که مرتعی درش هست و بکنی شده میشونی به میره این شبه همونه مثلا رو فاله هاشو داره این شبه همونه دوستان رو بازه میشونی اون زمین بسیار سخت بسیار از حقوزی که رو ما پنوان حسارس عربی گفتیم از اونم هاشی میشه شخص به خلیلش رو بستیم آدم به این خبیده نمیتونه زندگی به صورت فکری از اگه بخوان نرفت زندگی برای نارستگیش به طور خیلی قدیل شدید این مقدار اهمیت قبیله در جامعه عربی و این مقدار پیوستگی حیاتی من حالا من بازه این تکرار میکنم به همه سیاده این مقدار از مسئلش که میخواد این مقدار اهمیت قبیله در جامعه عربی و پیوستگی حیاتی بین فرد و قبیله این مقدار پیوستگی حیاتی که بدون قبیله یک فرد امکان زندگی نداره این مقدار پیوستگی حیاتی بین فرد و قبیله در روی علاقه به تأثیر شدید قدیمی آورد تا اونجا که میتوانیم بخوییم برای عرب بعد از خود خانوادهش تنها یک چیز مهم بود یک چیز مهم بود داشت آن قبیلهش بود بعد از خود را خانواده فقط قبیله و او به راحتی خود و خانوادش رو فقط قبیله بود با این خود و خانواده اوله اینقدر قبیله به همینه که خودش رو خانوادش رو فقط قبیله این یک بعد هم میشه دیگه و تم پرستی به فراتی در اصیما همان دارش در آس آلمان اصیما افتاده تا اندازه نظیر عصبیت و آن دست که در میان سهران چینان اینجا اون وقت بازید داشته دوستان رفت کردن از خوزستان خود گفتن اینجا قبیله به همین قدرتی که اینجا داریم دیگر عربی جا بودید علامه هست ما از دور نگاه میکنیم خوزستان نگه خانه مثل بزرگ مثل بزرگ نیست قبیل هست عشیب هست توی عراق عشیب هست شما میدید توی شهر میبینید اما عشیب هست بطور جدی عشیب هست خوبتی دین خدا اسلام در چنین جامعه پای برسی بابا آمدان اسلام رفته رفته بر همه چیز اینجا میدن خط حضورت شیعه شده بود این دیگه به هیچ چیز مظاهر قبیله مظاهر جامعه جاهلی که اصلی ترینش قبیله بود این دیگه به هیچ چیز مظاهر آن به ویژه عصبیت قبایل اجازه سرور رو بروز نمیده این از این و از طرف دیگر شخصیت نیرومند پیامبر با همین توان با جاهلیت و عصبیت مقابله میکرد جهودی حالا نمونه شما ارز کنم از نگاه باشم کسی خوردی کرد مذهبیت بیشه از مظاهر آن بیشه از قبیلیت قبارت از زهور و دروز نمیده این از این از طرف دیگر شخصیت نیرومند پیامبر با همه تمام با جاهلیت و عصبیت مقابله میکرد و به این آتش سوزان سوزاننده همچون سرکوشی قرار گرفته دوران ظهور اسلام و عصر پیامبر به این شکل گذشت این دوران کوتاه دوران تربیت جاهلی دراز اگه کسی 40 سال عمرش می 10 سال در دوران اسلام زندگی کرد 30 سال در عصر عصبیت زندگی کرد اگه 50 سال بود 10 سال چیز همینطور این دوران کوتاه بود دوران تربیت جاهلی دراز بزار روزی که ایشان از این جهان رحلت فرمود به رفیق اعلا پیوست این اصطلاح سیدن پیامبر مثلا آخر لحظات فرمود مثلا الی رفیق لعل و دیگر در عمل مانع و واقعی نبود و دیگر در عمل مانع و واقعی نبود اسلام زندگی جاهلی مورد خصلت قرار گرفت اسلام
زیر جهانی بود نفرت خانده و دیگر با آتش مفتی هستم دید شده کشید و عرب به شکل تازه به هستم تحصومات نبای کنه. اگر مثلا تحصول نبایی نفرمی مثلا زقیفه و حواسی در اتفاق بفرمید دید آتشی زیر خاکستره خاکستر وجود یافته این قدر سیتر تغییست که این آتش رو همه جا حضور داره این رو خاموش کرده چون دلیل خاموشی این آتش حالا رفتان یه مختصر بادی که وزید که اسمش صحیفه بود این آتش بکنی شد لذا بعد از اون ما عصر تعصبات عصر تعصبات دوباره زمین شد نصر حکومت قبیله دو مرتبه عرب به شکل تازه از تعصبات قبایل پایین آمد صحیفه صحنه نمایش جنگ قدرت اونم جنگ قدرت بر پایه اصل اساسی تعصبات قبیله صحیفه صحنه نمایشه این صحیفه کیه؟ بفهمید کیه؟ شما وفات کرد قبیل در صحیفه رو باز کرد شما وفات کرد در صحیفه باز شد صحیفه چی؟ همه که میگیم اصل دوباره تعصبات قبیله صحیفه جنگ صحنه نمایش جنگ قدرت و پایه اصل اساسی تعصبات قبیلگی بود اولین قدم این راه را تیره بنی ساعده از قبیله خزرج برداشت این تیر از بخش های بزرگ این قبیله بود رئیس بزرگان سعد بن عباده رئیس بزرگ خزرج محسوب میشد رئیس او رئیس کل قبیله بود هر تیره برای خودش رئیس داره هر تیره با تیره پهلوی که پسرم میشن همون جریم قبایل هست یعنی این تیره این تیره رو نمیخواد ببینه بابا ما یه قبیله ایم همه تون فرزندان یه پدر بزرگی هستین که 10 تا نسل با شما فاصله داره یعنی دو تا برادر اومدن به شهر مدینه یکی اسمش خزرج بوده که اسمش اوس بوده این بوده با زن بچه شدن یه قبیله اون بوده با زن بچه یه قبیله در طول زمان هم اینا که یه پدر واحد دارن دو تا برادر هم هیچ حالا شده این یه قبیله این برادر این یه قبیله اینا هم شدن تیره های مختلف یعنی بنابراین قبیله خزرج 10 تا تیره هست و 10 تا 12 تا این داره عددش الان یادم نیست قوس هم همینجور باز 10 تا تیره هست هر تیره هم یه رئیس داره در میان تیره های قبیله خزرج سعد بن عباده از همه معتبرتره این رئیس این تیره از همه رؤسای تیره های دیگر مهمتره بنابراین تقریبا او رئیس کل قبیله است ولو هر تیره هم رئیس برای خودش داره ایشون سیطرش هم به خود روز که قرآن سرداتی بیشتر داره خانوادش بزرگتر هم این همه عواملی که یه قبیله رو ارزش میده و قبیله یه بزرگتر قبیله اگه 10 تا فرزند داره اون بزرگتره این همه دلائل ارزش های قبائلی نه ارزش های اسلامی خب ایشون سفره داره سفره داری در یک جریان قبیله‌ای به اصله هر روز سر سفرهش 20 نفر 30 نفر نشستن بذار از خونهش از سر سفره او هر روز برای خانه و خاندانه اینا برای خانه پیغمبر غذا می آوردن به غذای خوب هر روز فریاد می زدن هر کس که می خواهد مثلا غذای غذای خیلی خوب و خیلی خوبش این بود که شطور این کشته شطور آبوش کردن نان را آبوش این بهترین غذای ممکنه و یه بخشی از همین غذا رو
لحم و شحم مقدار زیادی مثلا گوشت با دنبه میفرستن مثلا خانه کنن مثلا اون همه دلایل رو داره پیره مرده پسرهای مثلا با کارآمد داره خانوادش خانواده بزرگی هم اینا از کردن براتون یادتون باشه سقیفه مثلا همیشه در کنار خانه رئیس قبیله یه میدان هست یه میدونگاهی این میدونگاهی رو تیر زدن به زمین و سقفش رو حسیر انداختن میشه سقیفه اینجا سقیفه بنی ساعد است اینجا تیره بنی ساعد است که چون بزرگ این تیره است و چون خیلی مثلا عنوانش مثلا چطوره بزرگ کل قبیله هست اما فعلا رئیس قبیله رئیس تیره بنی ساعد است و این سقیفه در کنار خانه رئیس بنی ساعده و سقیفه بنی ساعده مثلا یه چیز خاصی نیست در کنار اون قبیله هم مثلا کنار رئیس اون مثلا تیره هم یا همچین سقیفه وجود داره برای اون یکی هم وجود داره برای اون یکی هم وجود داره حالا احتمالا چون ایشون پاسمون سفره داره و مرد بسیار مثلا بزرگی حساب خیلی شخصیته ممکنه اینجا مثلا پاسمون بزرگتر باشه بیشتر آماده تر باشه ایشون متاسفانه حالا بگیم خوشبختانه متاسفانه مریض بود که از پا افتاده بود حسن هم بود از پا افتاده مثلا تب انقدر شدیده که نمیتونه پاش وایسه اینقدر ناتوانه که نمیتونه بلند حرف بزنه بنابراین مثلا میگفتن که فرض کن پسرش میامد سرش میگفت در کنار دهان ایشون حرف میزد او به صدای بلندتر اینو تو جمع میگفت نقل سخنرانی کردن براش که یه سخنرانی کردی که نقل شده سخنرانی و صحیفه صحنه نمایشگر قادر بر پایی اصل اساسی تعصبات قبیلگی بود اولین بدن ایراه را تیره بنی ساعده از قبیل خزرج برداشت این تیره از بخشهای بزرگ این قبیله بود رئیس بزرگ آن سعد بن عباده رئیس بزرگ کل خزرج بود در روز رحلت پیامبر بنی ساعده بزرگ خود سعد را که سخت مریض و ناتوان بود در گلی میگذارده از آنچه گرفتن آوردن گذاشتن توی وسط به محل اجتماع قبیله یعنی سقیفه آوردن شروع این عمل با فکر چه کسی بود؟ کی این فکر کرد که این کار رو بکنیم؟ این رو برداریم بیاریم و مثلا رئیسش کنیم؟ نمیدونیم در هر صورت این عمل انجام شد و میتوانیم به احتمال بدهیم که کسانی از انصار یعنی اطرافیان سر در روزهای گذشته یعنی دوران بیماری پیامبر که خود ایشون توی این بیماری و قبل از این بیماری هیچ پیشگویی کرده بود امین تارکم فیکم از سقله این امنی مثلا یوشک ان خیلی نزدی که من از میان شما برم اینو مثلا مکرر فرموده رفتن من نزدیکه من در میان شما دو چیزی که من میخوام به جای بگذارم که جانشین من باشن اینا اطرت همه مثلا قرآن من پس من بنابراین فکر آماده است برای اینکه یه روزی ممکنه پیامبر به زودی در میان ما نباشه ممکنه یک کسانی فکر کرده باشن برای فردا که چیکار کنیم این رو بازم یه جای دیگه باز براتون بحثش رو عرض خواهم کرد شروع این عمل با فکر چه کسی بود نمیداره در هر صورت این عمل انجام شد و میتوانیم احتمال بدهیم که کسانی از انصار یعنی اطرافیان سر در روزهای گذشته یعنی دوران بیمار پیامبر این مسئله اندیشیده بودن سر بعد از حضور در صحیفه سخنان گفت پس که میتونه متن سخنان رو نقل کردن و در آن به حقوقی که آنها یعنی انصار بر اسلام و مسلمانان دارند اینکه با کوشش های ایشان قامت اسلام برپا شده و آنها پیامبر و اصحاب او را یاری کرده این پیامبر و اصحاب فراری هم. این یه نفر تکی فرار کرد در شهر خودش اون یکی تکی فرار کرد در شهر خودش و این زن بچهشون هم نتونستن بیارن انبارشون هم اصلا نتونستن بیارن خونهشو که نتونستن حرکت بده خونهشو مخصی به فروش امکان نداشته مار همراش نداشته یه تکفیر هم داشته فرار کرده یه جونشو نجات بده
آنها پیامبر و اصحاب را جاری نموده و برای آنها تأمین امنیت کرده بودند. پیامبر هم در هنگام رحلت از ایشان راضی بوده و اینا رو اشاره کرده از سخن. سرانجام نتیجه گرفت که حکومت را از آن خود کنیم. ما بر اسلام خیلی حق داریم. حق این است که ما الان حکومت بعد از پیامبر اسلام مال ما باشه. و سرانجام نتیجه گرفت که حکومت را از آن خود کنیم. هیچ کس را در آن شریک نذارید. زیرا قدرت حکومت مال شماست. شهر مال شماست. این خون شما آن بخواهید بیرونشون کنید. قدرت حکومت این شهر مال شماست. اینا مهمان شما هستن. کسی دیگر من راه نمیدونی. شرک نمی کنید. قدرت حکومت مال شماست. نه دیگر مردم. و در آن لحظه همه نظر رو پذیرفتن. کسانی که تو ضعیف جمعه از قبیل اوس هم، از قبیل خزرج هم، قبیل خزرج دو تیکه هست، دو قسمته. میگیم خزرج کبیر و خزرج صغیر. خزرج صغیر پسر عموه اما رقیب. اوسیان باز پسر عمو هم، یه پسر عمو یه کمی دورتر، اونا رقیب. خواهان قدرت و حکومت یه اصله. ای قبیله من اومد یه نفر، نصف نفر از قبیله رقیب در حکومت. اگه من به قدرت و سلطنت رسیدم اونان شریک نیستن. هر چیز مال خودمه، مال قبیله. اون اصل. در آن لحظه همه نظر رو پذیرفتن. همه گفتن بله درست بود. آن را صحیح بنستن. مسئله حکومت بعد از پیامبر به نیشه پایان یافته به نظر رسید. همونه. اینا همه رأی میدن به انصار. فرض نداره تو انصار کسی دیگه ای. دو سر. محترمترین شخصیته. ثروتمندترین شخصیته. جمعیت دارترین شخصیته. برای من فرض کسی دیگه نیست. یه تا داشتن من از شخصیت اون عبدالله ابن عبی بود که این ایمان نتونسته بود بیاره و دلیلش هم این بود که در جنگ هایی که این دوتا قبیله با هم دیده دارن این در جنگ شرکت نکرد. هیچ راه در جنگ در این مثلا 30-40 سال جنگ طول کشیده. از طرف این کشته ها خیلی هم زجر و زحمت داره. این دوتا قبیله خیلیه که اون اولی کسانی که مسلمان شدن اومدن به مدینه به دنبال یه هم پیمان میگشتن که بیاد به کمک اونا و اینا به توانم قبیله مخالف خودشون رو خوردش کنن جنگ به طور نهایی تموم بشه. به پیغمبر برخورد کردن، مسلمان شدن، اسلام آوردن. اینا تو این جنگ ها کسی در جنگ شرکت نکرده بود. بنابراین طرحشون این شده که ایشون رو بیاریم پادشاه کنیم. پادشاه برمان پادشاه یه قرصم بزرگتون تاجم براش تایید کرده بودن. مونده بود اون مثلا جواهری که در بسیار تاروکه بود تاج باید قرار داده بشود. اگه این درست میشد ایشون شده بود پادشاه و جنگ ها تموم شده بود، صلح شده بود و هر شد میشه. نرسید به این پیانبر اومد شهر. بنابراین این بناس پادشاه بشه. پادشاه هیچ بزاره نمیتونست بره زیر بار اسلام. مون تا بعد از جنگ بعد داره جنگ بعد بعد که مسلمان ها آمد اومدینه و قریش این بزرگترین قدرت ممکنه در جزیره العرب صاحب خداست، صاحب قدرت، صاحب ثروت، بزرگترین قدرت، ثروت، بداسته این کشور مثلا کل جزیره العرب نابود شده به دست مسلمان ها شکست خورده. بنابراین دیگه اسلام میخش بزنی کومدی شد مستحکم شد دیگه. این نمیتونه اسلام مسلمان بمونه اون شکل بمونه. اومد مسلمان شد اما ظاهرا و منافقه. خیلی هم به زودی نشون داده شد که این منافقه. اما پیامبر باهاش که به قواعد و ثوابت اسلامی باهاش همونطور مسلمانی رفتار میکنه.
قاعدشون این بود که هر وقت مثلا هر روز جمعه این از من شخصیتش قوی بود، هر روز جمعه قبل از که پیغمبر در نماز جمعه صحبت کنه چون بر میخواست پیغمبر رو تأیید میکرد و مثلا به کمکش مردم به کمک دعوت میکرد، هر روز اینجوری بود. در جنگ احد شرکت کرد نرفت، همراه رفت برگشت، بعد این هفته بعد که بارن چون حرف بزنه نزاشتن، اما درست اون موند. اون شخصیت بزرگ در برابر سعد یک کسی این مرده بود، سال نهم مرده بود، هیچ کس مقابل سعد نبود، سعد منحصر. بنابراین اگر بخواهیم در شهر مدینه یک کسی به قدرت برسه، یک کسی حکومت رو به دست بگیره، سعده. نوروزی هیچ کس حرف نمیزنه، قبول ندارم من، اون هیچ کس حرف نمیزنه. چرا قبول ندارم؟ چون پسر عموست. اگه پسر عمو رئیس بشه، از ما یه نفر هم توش حکومت دخیل نخواهد بود، همه بچه های خودشون برسن. یه خیلی میکنه اصل اساس است. گفت حکومت رو از خان خود کنید، هیچ کس رو در آن شریکی نسازید، زیرا قدرت حکومت مال شماست، مال مردم شهر مدینه است، مال انصاره. همش حرف انصار میزنید، اما حکومت مال خودشون میشه، مال تیره خودش. مثلا حکومت برای پیامبر بدی چه پایان یافته به نظر میرسید، زیرا انصار قدرت اول در این شهر بودن و مثلا حکومت برای پیامبر به تصمیم نهایی رسیده، همه امضا کردن، همه رأی دادن. اما این ظاهر هم در صحیفه بود، انصار در اون روز سه دست ظاهرن هیچ که سرکی نمیزنه، همه بله بله گفتن به ایشون. اما این ظاهر هم در صحیفه بود، انصار در اون روز سه دسته بودن، خزرج کبیر با ریاست سعد، خزرج صغیر با ریاست بشیر بن سعد، اوس با ریاست اسید بن حضیر. نه اسید تای سعد بود، نه بشیر تای سعد بود، اما حرف داشت، رأی داشت، ریاست برای خودش میخواست، برای قبیله خودش میخواست. اگر حادثی در آن شرایط پیش نمی‌آمد، ریاست سعد مسلم بود، زیرا در میان مجموعه انصار نه بشیر نه اسید هیچ کدام همتای سعد نبودند، اگرچه آنها هم ریاست را برای انصار میخواستند، اما ریاستی که به خود اونا نمیرسید، به قبیلشون هیچی نمیرسید، نمیخواهند. اما از ریاستی که به آنها نمیرسید چه سود؟ آنها میدانستند اگر خویشاوندانشان این حق گفته شده ها، اون روز گفته شده ها، اگر خزرجی ها بیان با اوسیا چیزی نمیرسه، ما نمیخوان. اگر خویشاوندانشان از خزرجی کبیر به قدرت برسن، حتی یک تن از ایشان را در بازی قدرت شریک نمی کنن. و برای همیشه، عبارت این بود، برای همیشه ما از اهل قدرت دور خواهیم بود و برای همیشه آنها از ما قدرت قدرت محروم خواهند ماند. اتفاقاً قریشی ها مدن سرکار دیگه، اینا همراهی نکردن و پسرم ماشون رفتم به سوی بیگانگان، اونا مدن سرکار، اونا چی؟ اونا هم به بازی نگرفتن. هیچ وقت یک نفر از انصار در هیچ جایگاهی از خودم جایگاه نمیشن، هیچ وقت. حتی بشیر همیشه محترم بود، نید دقت کن، همیشه وزیر مشاور بود، هیچی نبود، همیشه در دربار حضور داشت، حتی در اصل معاویه، در دربار معاویه بود، محترم بود، اما هیچی نبود. وقتی قریش اومده سرکار، قریش سرکار، اگر خزرج میمونست رو خزرج سرکاره، اوس چی؟ هیچی نیست. اگر اوس میمونست سرکار، اوس سرکاره، خزرج هیچی نیست، نه قدرت نه سرد. البته یه سیاستی رو خلیفه دوم داشت، طلا و جواهر که از عالم میبارید تو خلقمان بارید، یعنی بشیر هم از قدرت برخوردار نبود، درش پر از جواهر بود، زهیر از قدرت برخوردار نبود، اما درش پر از جواهر بود،
طرح ورز اوهند اینجور. این سیاست موفق بود. امیرون سرکان اومد چی؟ ما جواهر نداریم، جواهر مال همه است. مثلا لفظ جواهر است، جواهر همه است. همه یکسان، روز اولی که رسیده با قدرت رسید یک مثلا فرسون قیمت بردن یک پول مثلا به پیتر ما رسیده نفری سه دینار به همه میرسه. نمیشه، نمیذاشتن، نذاشتن. اون سیاست موفق. یه نفر در برابر خلیفه دوم نفس نکشید. یعنی تو دهن باز میشد، دهن پر از جواهر میشد. اگر حادثی در آن شبه پیش نمیدوند، ریاست سر مسلم بود. زیرا در میان مجموعه انصار نه بشیر نه حسین هیچ کدام همتای سر نبودند. اگر چه آنها هم ریاست را برای انصار میخواستند، اما از ریاست یه به خود اونا نمیرسید، به قبیلهشون نمیرسید. از ریاست یه به قبیله نمیرسه، چه سود؟ آنها میدونستند اگر خویشاوندانشان از خزرج کبیر، خزرج کبیر صغیر اوس، اگر خویشاوندانشان از خزرج کبیر به قدرت برسند، حتی یک تن از ایشان را در بازی قدرت چرک نمی کنند و برای همیشه آنها از موهبت قدرت محروم خواهند ماند. بنابراین در ساعات آغازین برپای صفیفه، اگرچه ظاهرا همه جا یکسانه، هیچ کسی حرفی نمیزنه، هیچ کسی رأی مخالفی نمیده و حتی سخنان اولین سعد را تایید میکردن، اما از نتیجه آن که ریاست انحصاری خزرجیان کبیر و شخص سعد بود سخت تحاشی داشت و این نارضایتی در دل صفیفه جریان داشت، اما از ابتدا و در مقابل سخن و سعد بیشتر ابراز نشد. البته من چیزی که برانگیزاننده این نارضایتی باشه همش از انصار گفت، و همش از انصار بود، یعنی کل. سر از بلن از ریاست خود سخن به میان نیاورده، فقط از انصار دم زده بود. ولی جریان صفیفه ناگزیر به سویی میرفت که برخلاف میل بشیر و حسین به نفع سر تمام شد. فرض اصلا نداشت کسی دیگه ای، فرض نداشت کسی دیگه، سر باید رئیس بشه. ببینید اینا اینا همه بر اساس ضوابط قبیله است. یادتون هست آیه چی گفت؟ افعین ما تعاقبتی را انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به اصل گذشته. از گذشته یعنی چی؟ این اصل قباله، اصل تعصبات قباله. آقا تا پاشون رو بشن تو صفیفه، پیغمبر نیم ساعت پیش فوت کرده، اینو بدن تو صفیفه. تو صفیفه هیچ چیز جز قبیله نیست. قرآن درست پیش می کرده اصل خبره. ببینید یه نفر نمازش قضا نشده، اون روز همه به جماعت نماز خوندن طبق رواج. نماز ترک نشد. اگر فرض کن روز ماه رمضان بود، هیچ کی روزشو نخورد. نه اصلا ترسیم آمریکا رو بیارم بزنم. اما قبار. یعنی یعنی جاهلی. جاهلی دو مرتبه برگرد.
بنابراین در ساعت آغازین برپای سفری که اگر سی ظاهر هم چیزی نمیگفتن، حتی سخنان اول سر را تایید میکردن، اما از نتیجه هم که ریاست انحصاری خضر جیان کبیر و شخص امروز سخت تهاشی داشت، سخت تهاشی داشتن. این نارضایتی ها در دل صحیفه جریان داشت، اما از ابتدا و در مقام سخنان امسال به هیچ وجه ابراز نشد. البته هم چیزی که برانگیزاننده اون نارضایتی باشد نگفته بود، صد اصلا از ریاست خود سخنی به میان نیاورده بود و فقط از انصات هم زده بود، ولی جریان صحیفه ناگزیر به سوی میرفت که برخلاف میل بشیر و قصید به نفع سعد تمام میشد. باز نمیدانیم در چه ساعتی و در چه هنگام دو تن از انصار اما وابسته به جریان ضعیف تر هست. به جریان ضعیف تر. ضعیف تر یعنی چی؟ یعنی اوسی و خزرج صغیر. اینا رفتن بیرون. چی شد؟ کی گفت این کارو بکنیم؟ نمیدونم. خب اینا رفتن بیرون که چیکار کنن؟ نمیدونم. و میدونیم مادر مسجد. آخه نه باید حساب شده باشه. نمیدونم چی تو شده. حسابش رو نمیدونم. اینه کاری به مثلا کتابایی هم در این زمان نوشته. مثلا صحیفه هم راست به دستی یهودی رو نشد. اینا که حرفای سند. این مقداری که سند داری من عرض میکنم ما برای اون سند نداریم، نمیدونیم چرا این دو نفر چرا اومدن بیرون، نمیدونیم. ها چه رفتن یه شهر بزرگی مثلا فرض کنید که 5 کیلومتر مثلا چرا رفتن مسجد؟ مثلا شاید اونجا فکر کردن که اونجا ممکنه یه راهی پیدا بکنیم. میگیم اصلا چرا اومدن بیرون؟ نمیدونیم چرا اومدن بیرون. رفتن راه پیدا کردن، اینو میدونیم. رفتن یه راه تازه پیدا کردن در مقابل قدرت مطلقه سعد. این راه تازه پیدا کردن، رفتن توی مسجد. تو مسجد 3-4 نفر آدم وایسادن. اینا آدمایی هستن که دارن مسجد رو اداره میکنن برای اینکه حادثه اتفاق نیفته. گفتم اینجا چرا نشستیم بیخود؟ داره حادثه اتفاق میفته. در صحیفه داره حادثه که شما میترسیم که اتفاق میفته، اونجا داره اتفاق میفته. باز نمیدونیم در چه سالی در چه هنگام دو تن از انصار اما وابسته به جریان ضعیف‌تر از صحیفه خارج شدن. واقعا نمیدونیم آنها به چه دلیل رفتن و چیزی که در این زمین روشنگری کنه در دست ندارم. اینها از صحیفه خود را به مسجد رساندن، اما نمیدونیم چرا به آنجا رفتن. نمیدونیم چرا از اینجا به اونجا رفتن. آیا دنبال کسی یا چیزی میگشتن که بتوانن در مقابل ریاست سر علم کنن؟ کارو این کارو کردن، اما آیا واقعا به این فکر رفتن؟ نه. بنابراین به بهترین جایی ممکن، یعنی به مسجد آمده بودن، واقعا جای دیگه نبود، جای درست اومدن، واقعا اینجا درست اومدن. اینجا میتونستن یک چیزی دیگه بیارن که بعد بتونن علم کنن در مقابل سر. در هر صورت در مسجد با جمعی از مهاجران یعنی قریشیان برخورد کردند. آنچه در صحیفه گذشته بود برای این جمع بازگویی شد. اومدن برای این خورد. این گروه مهاجران شاید تنها کسانی بودند که از مدت‌ها قبل به حکومت آینده اندیشیده بودند. همین چند نفر اینا طرح داشتن، فکر داشتن و برای رسیدن به خلافت یکی پس از دیگری قرار گذاشته بودند. در زمینه فکر و نقشه داشتن. البته این که نقشه هایشان چه بود چندان آگاه نیستیم، اما از سخنانی که بعدها سخنانی 10 سال بعد گفته شده میدونم که قریشیان حتی اکثر فکر کرده بودن حیازت دقت کنید را حیازت مقام معرفت برای تیره بنی هاشم کافی یه قدرتی دست اومده. بنی هاشم با نام نبوت این قدرت رو به دست گرفتن. 10 سال هم داشتن. خوبه بحثه دیگه. تیره های دیگه هم هستن. خیلی حرف گرامی ها. این عبارت رو میخونیم میبینیم که این همین حرفه. قیازت مقام نبوت برای تیره بنی هاشم کافیست
مگه اسلام قدرته؟ شما یه حکومت حکومت خوب دست رو شما گرفتیم بسه و بکن بار ما ما سعی میکنیم به همه تیره های قرش برسه. قیازت مقام نبوت برای تیریدن خوشم کافیست در مقامات دیگر به خلافت و حکومت حکومت برز پیانبر بایستی در میان تیره های دیگر قرش تقسیم شدن. اما مگر اسلام یک حکومت بود یه حرفی از این صده بود مقایسه میکنیم فقط او گفت لحی و هاشمو به ملک که قدرتی به دست اومد ظاهرا اسمش نبوت بود اما قدرت بود حکومت بود هاشم یعنی هاشم با ملک و پادشاهی بازی کردن فلا خبر اونجا خبری از آسمان در کار نبود دو خوند اونو بها نشد اینا امروز هم گفته میشه اما من رسان یک حکومت بود که بتوان آن را به دوران نبوت به دوران خلافت تقسیم کرد. خب آقا همه با هم رفیقون میگیم با هم همتای تقسیمش میکنم یه چیزی یه رئیس قبیله این وابسته به قرش بود یه رئیس قبیله بود وابسته به قرش بود جمعیت داشت اما قرشی نداشت ناگوزی وقتی که قرشی ها میرن جنگ اینا که وابستن باید بیان جنگ قرار داریم قواره با هم دیگه میریم خطر پیشومن با همین بهره پیشومن با همین در جنگ باید همراه بود وسط های راه یا وقتی که مثلا رسیدن حالا مثلا جنگ نزدیکی برپا بشه اسمش رو برد این اومد پیش رئیس جنگ رئیس جنگ ابو جهل این جنگ رو میخواست اداره کنه که اگر در این جنگ پیروز میشد و پیغمبر میتونست نابود کنه او میشد رئیس مطلق قریش به خاطر کاری که کارستونه در جریان قریش یه زحمت بزرگی برای قرش پیش اومده 10 سال 15 سال اینا به زحمت دادن من حلش میکنم تو این جنگ اگه تو این جنگ میتونست حل کنه پس شده رئیس مطلق قرش گفت چه جریان اون آدم وابسته اومده بشه ایشون گفت راستش اینه که یه جنگی ما یه رقابتی با هم دیگه داشتیم قواعد مقواعد این متناش هست اونا مثلا فرض کنید که سفره انداختن ما هم سفره انداختن اونا یه پناه آورنده ای رو پناه دادن و دفاع ازش کردن مثلا فرض کنید قبیلش برش گردوندن مثلا اگه اونجا جا نداشت اینجا براش جا درست کردن ما هم کردیم اونا مثلا در کار تجارت تاختن ما هم در کار تجارت در همه زمینه ها ما کشتیم همتا باشیم اینا یه طرح تازه آوردن گفتن بزرگتر ما پیغمبره من در پیغمبری دیگه من چیز طرح ندارم من نمیرم زیر بار باش میجنگیرم اونا با طرح پیغمبری از ما جلو زدن دقیقا اصطلاح مسابقه گفته ما در مسابقه اونا عرض کنم مهمونداری کردن ما کردیم اونا مثلا فرقون در تجارت پیش رفتن ما در تجارت پیش رفتیم سربرفن شدن ما سربرفن دیم نمیدونم اونا چیکار کردن ما چه بکردیم اما یهو پیغمبری طرح کردن ما نمیدونم سن ما بعد خانش فکر کردیم من برای این چرا بجنگیم در سال یا جمع یادش جمع کردیم بردن این هر متعدد گفته شده بین قبائل قریش بنی هاشم محترمترینه به دلائل متعدد حضرت هاشم که رأس بنی هاشمه ایشون جریان تجارت قریش رو ایشون بردار کرده اومده مثلا به ایران و پادشاه ایران قرارداد بسته که ما کار تجارتی بکنیم در امان باشیم که بتونیم کار تجارتی بکنیم
مثلا رفته حبشه با پادشاه حبشه قرارداد بسته. اسلام میگن سنن رهلتین رهلتش شکار بسته ایتی پایان بنام تا به سون میرفتن مثلا فرض کنم که بشت به روم نمیدم زن سون رفتن به چیه بنام قره شده یه یه چیزی بار کار تجارت کار تجارت جهانی اموالی از هند میامد از چین میامد میامد به بندرهای یمن اینا برفتن اونها رو برمیشتن نوزن به قصد شهر قصد مرکز تجارت بود نوزن به قصد این از هند و چین اجناسی نوزن به روم خب سنبت خیلی سنبت بزرگ بشد در داخل تجارت قبلن مثلا یه چیزایی بود اینا باز در تجارت به ایران نوردن به حبشی نوردن کار تجارتی قره شده یهو در رأس در ازیر پدر بزرگ ما بوده خیلی محترم میشودن و بعدها مثلا ریاست قریش بعدها مثلا به حضرت عبدالمطلب رسیده عبدالمطلب هم خیلی خیلی شخصیت بزرگ بود خیلی یعنی به معنی واقعی از شخصیت بزرگ بود و بعد هم حضرت ابوطالب بود این سلسله ریاست با بنی هاشمه وقتی مثلا حضرت ابوطالب از دنیا رفته پیامبر فرار کرده از شهر هجرت کرده دیگه از اونها کسی نیست ابولهب مثلا یک کمی بود و وقتی شد جنگ بین بنی امیه و بنی مخزوم ابوجهل بنی مخزوم ظاهر هم دیگه آدم احتمال میدن که اشتباه کرده باشم ولی اونش مهم نیست اون هم یه تیره بود این تیره هست یا این تیره هست ابو جهل میخواد در این جنگ پیروز بشه که بشه او مطلق ریاست اینا پسر امو هم ها اما تیره در مقابل تیره بایست باید همه مال قبیل رو برشن اگه روز خبر خطری برای خورش بشه کل ما میسن مقابل اما وقتی با همه با هم جنگ دارن با هم رقابت دارم اون حکی میزد ما اینجور کردیم اونا اینجور کردن ما اینجور کردیم این در بین دوتا تیره است تیره بنی مخزومه و مثلا بنی هاشم